بابا آقای داوزای بسیار تشکر از وقتتان. بسم الله الرحمن الرحیم. علیکم سلام. سلام عرض می کنم خدمت شما و همکار عزیزتان و بیننده های محترم. تشکر. خیلی ممنون آقای داوزای. میخوایم روایت سقوط از شما داشته باشم که نظام چگونه سقوط کرد، بالاخره همه چیز یک شبه از بین رفت. خب ما قبلا هم در مصاحبه های خود گفتم که سقوط نظام یک شبه هم نبود، یک ماه هم نبود، یک ساله هم نبود. نظام به شکل عادی پیش می رفت. شما باید دارین که در سال 2014 ما انتخابات خوب داشتیم. از لحاظ نظام و از لحاظ امنیت انتخابات خوب داشتیم. بجز از 8% از سایت های انتخاباتی دیگه همش باز بود و حدود 8 میلیون رای دهنده اشتراک کردن در انتخابات. ولی ما به او طرف تقلبش نمیرم، او مربوط به ثبات یا بی‌ثباتی نظام نمیشه. امنیت و کنترل دولت در سراسر کشور او یک شاخص ازی است که نظام برجا بود یعنی. اما در نتیجه انتخابات 2014 یک حکومت به اصطلاح وحدت ملی آمد و او حکومت هر چیز داشت ولی وحدت ملی نداشت. کل توجه و تمرکز رهبرای دو جنایی که با هم حکومت مشترک ساخته بودند روی ازی بود که کی در کجا بشینه و کی در کجا مقرر شوه. ولایات فراموش کردن، ولسوالی را فراموش کردن، منافع نظام فراموش کردن. آیسته آیسته کنترل مرکز بر اطراف کم شده رفت، رابطه مرکز با اطراف ضعیف شده رفت و خالیگاه پیدا شد به سطح قریجات، به سطح ولسوالی ها. طالب ها آمدن و خلاها را آیسته آیسته پر کردن که بالاخره نتیجهش آخر کار سقوط شد در 15 اگست امسال. درست. ولی آقای داوزه یک مسئله که همکار شما یا حداقل آقای محمدی که وزیر دفاع بود، منظورم در نظام گذشته بود، میگه یکی از علتهای محوری و اساسی که نظام را به فروپاشی زمین اساس ساخت و بستر ساخت مسئله انتخابات 2014 بود، ولی شما میگین ما خوب انتخابات داشتیم ولی مشکل جای دیگه بود. ولی آقای محمدی میگه که مشکل ما در انتخابات بود که در نهایت بحث اطاعت و عدم اطاعت و این موارد و جنجال های حکومتی وجود داشت. ولی اگر دقت کنین منظور آقای محمدی که همکارم بود، واقعا برادرم هستند، اونا منظورشان از لحاظ امنیتی، از لحاظ کنترل مرکز بر اطراف نبوده. اونا از زاویه از اینکه نتیجه از انتخابات چی شد. درست. و یکی درست. از نقاطی که اونا شاید مستقیم در این مصاحبه یا در این نوشته خود اشاره نکردن، ولی ما او درست میفهمیم که یک اشتباه بزرگی بود که در تفاهمنامه سیاسی نهادهای دفاعی و امنیتی را شامل کردن. وقت بحثی بود که در تقسیم حکومت باید نهادهای دفاعی و امنیتی نبه، اونا باید مستقل باشن از ملاحظات سیاسی، که متاسفانه اونا شامل شد و قوای مسلح در مجموع اینا سیاسی شدن. وقتی که قوای مسلح سیاسی میشه آخرش سقوط است. درست. آقای داوزای ببین، مگه مسئله زمان سقوط و امو تاریخ 15 آگست که سقوط کرد، هر کس روایت مختلف میگه. آقای اشرف خانی گفته که من مطلع نبودم که ولایات سقوط کرد، من مطلع نبودم که پی سقوط کرد. چگونه رئیس جمهوری که در افغانستان وجود داشت از اطراف خود خبر نداشت که در نهایت پی سقوط کرده یا نکرده یا ولایات؟ خب ما خب همه موضوعات تعقیب میکنم، مصاحبه های همه اشخاص میشنوم، میخوانم، مطالعه میکنم، ولی برای ما باز جای تعجب می باشه که دوستای ما بعضا یک حرف یک شخصیت می گیرن و روی از او باز قضاوت می کنن. تا جایی که با دید ما تعلق داشت، با معلومات ما تعلق داشت، شخص آگاه بودن، رئیس جمهور از وضعیت تا آخرین لحظه آگاه بودن. ای که امون روز صبح از سقوط خوست آگاه بود یا نبود، یا از جلال آباد آگاه بود یا نبود، این یک موضوع میشه. ولی ما تا 3-4 روز قبلش آخرین بار اونا را دیدم و امون روز هم یک جلسه بود. در اون جلسه دکتر صاحب عبدالله از قطر گزارش داد
و قانونی سیبگه بایدتان باشه، به ریاست یک هیئت رفته بودن، پاکستان، تهران با طالبان مذاکره داشتن، تهران نه، هر دویشان تهران نه. گزارش دادن، رئیس جمهور از همه اوضاع آگاه بود، ولی ولی چرا ما آقای قبلا دوزای خودش میگه که مثلا ما میگم مرا مطلع ساختن که پی پی اس سقوط کرد، ما میخواستم به خوست برم که گفتن که سقوطم، خوست هم سقوط کرده، جلال آباد هم سقوط کرده، ممکن میدان وردک و جای دیگه هم سقوط کردن. این یک وضعیتی بود که گویا نشان دهنده ای است که از وضعیت بیشتر مطلع نیست. نه خیر رو تو نیست. من باز تکرار میکنم که روی یک حرف قضاوت کردن درست نیست. من از تجربه سابق خود خدمت شما عرض کنم. فرض مثال می جناب آقای کرزه، یک آدم بسیار آگاه بودن، ولی آگاهیشان از طرف رئیس دفتر برش می آمد، از مشاور امنیتی میلیش برش می آمد، از امو تیمی که چهار طرفش بودم او برش آگاهی میداد، خبرش میکرد. خب ای که تا 12 بجه خبر نبود، ای یک کوتاهی هست. باید امو لحظه که ولایت های مهم سقوط میکرد، اینا باید سیستمی می داشتن که رئیس جمهور رو مطلع می ساخت تا او با وقتش درست تصمیم می گرفت. درست، خب ما کوشش نمی کنم که توجیه کنم، ما کوشش نمی کنم که دفاع کنم، ما کوشش می کنم حقایق بگویم، کوتاهیشان هم میگم. درست آقای ولی دوزی، چیزایی ببخشید، وقتی ملت شما را میبینه، شما میگین آگاه است نسبت به همه مسائل. وقتی نسبت به همه مسائل آقای اشرفانی آگاه بود، چرا یک بارگی کابل را ترک کردن؟ مثلا ساعت 10 بجه معاون اول کابل را ترک میکنم میره به طرف پنچیر، و رئیس جمهور هم ساعت 2 بجه افغانستان را ترک میکنه، وزیر دفاع هم جدا افغانستان را ترک میکنه، به همین شکل سایر مقامات. اگر آگاهی بوده باشه، یا از کابل دفاع میشد، یا حداقل اینها یک انسجام میداشتن. خب بین آگاه بودن و تصمیم درست گرفتن فرق است، بله و او تصمیم عملی کردن فرق است. در تصامیمشان همیشه نقایص بود، همیشه مشکلات بود. چی ما مشکلات؟ ادعای ما ایست که آگاه بودن، ولی وقتی که تصمیم می گرفتن اکثرا تصامیمشان درست نبود، و او برای عملی کردنش باز شما برای افراد متجرب ضرورت دارین، شما برای افرادی که در مو مسلک اونا وارد باشن به او ضرورت داشته باشه. در این مردم وارد کوتاهی وجود داشت، اما معلومات آگاهی که داشت او را درست با تصمیم خوب بدل کرده نمیتونست، و او تصامیم برای تطبیقش باز او تیم ها و منابعی که کار است در او کوتاهی وجود داشت. خب شما گفتن که تصامیم درست اتخاذ نمیشد، میشه یا مشکل داشت؟ چی مشکل وجود داشت؟ چگونه تصمیم درست گرفته نمیشد؟ خب اول خوازم بو قسمت سیاسی ساختن نهادهای امنیتی و دفاعی شروع کنیم، او یک تصمیم نادرست بود. گفتن بله. بعد داخله را خرد ساخت، مثلا بعضی از نهادهایی که برای وزارت داخله ضرور بود، برای حمایت پلیس ضرور بود، او را یا منحل ساخت یا به وزارت دفاع انتقالش داد. مثلا نظم عامه، مثلا سرحدی، در یک حالتی که کشور در جنگ باشه ایتو تصامیم درست نیست، خلا ایجاد میشه. یا هم اگر نمونه دیگه شه، مثال دیگه شه خدمت شما عرض کدوم، در حالت جنگی کشورها متقاعدین خود پس میخواین، از اونا کار میگیرن، ولی اینا تصمیم گرفتن 48 ساله را متقاعد ساختن، با صدها جنرال و دگروال متقاعد ساختن، خانه نشین ساختن، به نام ازی که برای جوانا زمینه مساعد. درست برای جوانا باید زمینه مساعد چا، ولی در مطابقت با قانون ذاتی پلیس و قانون اردوی ملی. یعنی این یک دو نمونهش خدمت شما گفتم، نمونه های از بشمار است. در عرصه صلح هم همونطور است، مشکلاتی در تصمیم گیری و در عملی کردن تصمیم وجود داشت، نه در این که آگاه نبود، آگاه بود. آقای داوزای، مسئله ترک افغانستان که هم آقای اشرفانی ترک کرد افغانستان را، و وزیر دفاع هم ترک کرد، کسان دیگه هم ترک کرد، تصمیم درست بود؟ خب ما در ابتدای از حالتی که بروز کرد، یعنی بعد از ماه آگست، احتیاط میکردم، محتاطانه نظر میدادم، به خاطر از اینکه از وضعیت ما آگاهی درست نداشتیم که در اون روز چی گذشت و در شب قبلش چی گذشت. چرا ما یک روز قبل از او از کابل برآمده بودم، جای سفر داشتم، باز به دبی معطل شدم. خب
حالی که معلومات ما بیشتر شده، تکمیل نیست ولی بیشتر شده. چرا بعضی از همکارای دکتر سیف غنی صحبت کردن، خودشان صحبت کردن، آل قضاوت مئی است که درست نبود و برآمدنشان به او شکل به اونا هم زیب نمیکرد و آخرین چانسی برای ایجاد یک حکومت مشترک از بین بردن. چی میکرد؟ آیا در کابل اگر می بود طالبان وارد شدن و وارد می شدن مثل دکتر نجیب تکرار نمی شد؟ خب اگر ما جایش می بودم، اولا خو نمیگذاشتم که طالبان به کابل و نزدیک شوند. یعنی قوت کافی وجود داشت، حمایت بین‌المللی وجود داشت، میشد ولایت همجوار کابل کمربند ساخته شود، کمربند قوی، میشد همه امورات دولتی یک طرف گذاشته شود و تمرکز سر دفاع کابل باشه که چانس صلح از بین نره. ولی اگر کمربندهای کابل سقوط کرده بود، میدان وردک، لوگر، خوست، جاهای دیگر. چون امیر میگم کوتاهیشان بود، تصامیم نادرست گرفتن که ولایت همجوار سقوط کرد و به او سرعت سقوط کرد. بعد با خود امنیت کابل هم که مین خود رئیس جمهور ادعا داشت که الا 50,000 قطعات خاص و کماندو داره، اونا میتونستن اگر تصمیم عاجل میگرفتن منسجم میکردن، از کابل دفاع میکردن. و حرف دیگه هم که حال کاملا واضح است که طالبا موافق بودن که به کابل داخل نمیشن. خب حال اگر طالبای غیر مسئول چند گروپ داخل شوه و نظام ازم بپاشه، این خود ضعف است، ای قوت طالب نشان نمیده، ای ضعف نظام نشان میده. بلحاظ تصامیم نفر اول و تیم مرکزیشان کاملا نادرست بود. به او حساب آل ما قضاوت کده میتونم عجولانه تصمیم گرفتن، در حالت وارخطایی تصمیم گرفتن، در حالت ترس و وارخطایی همیشه در تصمیم آدم اشتباه میکنه و محالت به مو شکلی برش ایجاد کردن که اشتباه کرد، تصمیم درست نبود. ولی دوزه سی یک مسئله دیگه ای است که شما هم اشاره کردین که طالبا گفتن که داخل کابل نمیشن. خب اگر گروپ های داخل شد کوچک و محدود، میشد که اینها را به قطعات خاصی که شما گفتین در کابل بود مهار کرد یا حداقل عقب زد. اما وقتی رئیس جمهور فرار کرد، وزارت داخلی را که شما تجربه داشتین، شما زحمت کردین، شما پلیس ساختین، او از بین رفت، اردوی افغانستان از بین رفت، اقتصاد افغانستان از بین رفت، نظام سیاسی افغانستان از بین رفت. آیا عامل سقوطش آقای غنی بود؟ طبیعتا مسئولیت بزرگتر به اونا برمیگردن. ما همیشه گفتیم که در سقوط نظام جمهوری هم بزرگا اگر در داخل دولت بودن و یا هم زیر پرچم سیرنگ زندگی میکردن، از امتیازاتشان استفاده میکردن، هر کدامشان در جای خود مسئول هستند، ملامت هستند، کوتاهی دارن. ولی بالاخره وقتی که کشتی غرق میشه، کپتان کشتی آخرین فردی می باشه که میبره، و زمانی که مسئولیت بررسی میشه، بیشترین مسئولیت به کپتان کشتی برمیگرده. شما هم از امتیازات جمهوریت استفاده میکنین، خود را ملامت میدانین؟ بله بله، ما شاید اولین کسی بودم که در یک مصاحبه خود با فکر کنم با دایچه ویلی بود یا با کدام منبع بود، ما گفتم که بله من احساس قصور دارم، من احساس کوتاهی میکنم، ولی در جایگاهی که قرار داشتم در مجا نمیشه که من به او اندازه مسئول باشم که خود رئیس جمهور بود، یا به او اندازه مسئول باشم که مشاور امنیتی ملی بود، یا به او اندازه مسئول کوتاهی داشته باشم مثل که نهادهای امنیتی و دفاعی داشت. درست. آقای داوزه، یک بحث دیگر هم میخوایم دید شما را داشته باشم، نظر شما را. اشرف غنی از طرف یک سازمان مبارزه با فساد فاسدترین فرد سال اعلان شد، دید شما چیست؟ خب اتهامات اینا باید بررسی شوه، هر اتهام باید بررسی شوه، ما باید پیش قضاوت نکنیم. همه مردم افغانستان یا همه مردم جهان نمیتونن قاضی باشن. به حد اتهام است، ما هم شنیدم و اتهامات مشکلات ایجاد میکنه، اعتمادها را از بین میبره، اتهامات باید بررسی شه، ولی فیصله نهایی از یک قاضی میباشه، از یک سیستم قضایی میباشه. حالا اگر داخل افغانستان ما او سیستم نداریم، در جهان وجود داره
وی حتما بررسی میشه. حالا مثلا شما یک نهاد مطبوعاتی هستین، اگر از کانال شما کسی اتهام بسته کنه، نمیشه سر از قضاوت کرد. درست، اتهام است، باید بررسی ولی شود. دوزه سه وقت درست از شما میگین بررسی شد، ولی یک مسئله ای است که شما همراه آقای اشرف غنی بودین، کارش را بلد هستین، مدیریتش را بلد هستین، بحث فساد و عدم فسادش را بلد هستین، چون شما همکارش بودین در خیلی در خیلی جاهایی که شما ماموریت اجرا کردین. نظر شما چی است که این گزارش که اشرف غنی فاسدترین فرد سال بوده باشه متناسب هست با او؟ ما تا جایی که شناختی داشتم از دکتر صیب غنی، از امی جمع کارمندا و سیاسیون جمع جمهوریت، ما سابق ترین رفیق دکتر صیب غنی بودم. درست. از 26 سال با هم میشناختیم. ما شخصا در مورد شخصشان که در فساد دخیل باشن ما ندیدیم، اما تحمل فساد هم جرم است. اما جلوگیری فساد از مسئولیت های کلان یک رئیس جمهور است. نمیتونیم بگوییم که مسئول نبودن، دیگرا فساد کردن. اینا مسئول بودن، ولی شخص خودشان هم ما هیچ وقتی تو علائمی ندیدیم که در فساد دخیل بوده باشند، خصوصا در فساد مالی. خب داوزه سیب، در نهایت همین وضعیت به جای کشید که سقوط کرد. شما امروز از وضعیت فقر مردم خبر دارین که مردم حتی در این زمستان سرد که در کابل است و در افغانستان است، فرزند خود در جیگرگوشی خود را میفروشند. در این وضعیت در حالی که خب به هر صورتش حالا طالب ها آمدن، ولی پول های افغانستان هم منجمد است، در این وضعیت چی باید شود؟ کی باید به داد مردم برسه؟ خب هر روز پیش از اینکه شب بستر خواب برم میبینم خبرها را، بسیار جگرخون میشم. هر روز صبح هم که میخیزم امی تو خبرها را میشنویم، بسیار جگرخون میشیم. رای حل تنهایی نیست برای یک کشور که نانش ملل متحد بده، نان مردمش ملل متحد بده و به شکل خیرات بده. کشورهای همسایه هر روز خیرات روان کرده برند. دولت ها به این شکل نمی چله. سر افغانستان زلزله نامده، سیلاب طوفان نامده که ما به خیرات بشینیم. باید نظام شکل عاجل ساخته شود که اقتصاد کشور به حرکت بیاید. در کشورها، یعنی بازم میگم، مشکلات مردم از طریق خیرات حل نمیشه. او یک نقطه عاجل است، دفعتاً یک کسی از گرسنگی میمره، باید به او برسه. اما بالاخره اقداماتی که باید ماشین اقتصادی را به حرکت به معزو اقدامات تابال نمی بینم. و درست. مشکل هم است که حکومت طالب های حاکمای فیلی توانمندی از را داشته باشند که ماشین اقتصادی کشور را به حرکت بیارن. درست. آقای داوزای، ما بیم برسیم به این وضعیت که طالب ها بالاخره آمدن روی کار، در حال حاضر قدرت دارن، دولتداری را در افغانستان دارن. از نظر شما، چون هر دولتی که باید روی کار بیه ضرورت داره که مشروعیت باید داشته باشه، مشروعیت های ملی و بین المللی، از نظر شما مشروعیت دولت طالبان چگونه است؟ خب مشروعیتش به زور تفنگ است. به زور تفنگ آمدن افغانستان گرفتن، یا به باره دیگه یک خیزش نظامی ملیشه‌ای بود که افغانستان گرفت. وقتی که یک کشور توسط یک خیزش ملیشه‌ای نظامی گرفته شود، با او نظامی که بعد از او ساخته میشه هیچ وقت مشروع گفته نمیشه. حتی نظامایی که به اساس کودتای نظامی بین، او را مشروع نمیگن. باید قدمای بعد از او بردارن که مشروعیت خود بسازن. مهمترین مشروعیت از اراده مردم می و اراده مردم از طریق انتخابات اظهار میشه، یا هم از طریق همپرسی اظهار میشه. ولی در افغانستان یک عنانی دیگه وجود داره که لوی جرگه هست، شورای اهل و حل و عقد است، لوی جرگه هست، خرد جرگه هست، یعنی جرگه خرد است. از این مکانیزم ها باید استفاده شوه تا مشروعیت خود حاصل کنن، اگر بتانن. ولی اگر ترتیب و تنظیم کنن به یک شکلی که مردم قناعت حاصل نباشه، جامعه بین المللی قناعت حاصل نباشه،
با سر کمک‌های اقتصادی جهان اثر میکنه، سر رسمیت شناختنشان توسط جامعه بین‌المللی اثر منفی میکنه. درست، شما گفتن رضایت مردم میتونه مبنایش انتخابات بوده باشه و لوی جرگه بوده باشه و راه های دیگر، ولی من صحبت که با مقامات طالبا کردم گفتن که ما انتخابات را منتفی میدانیم، ما مثلا لوی جرگه را منتفی میدانیم، البته لوی جرگی که مشروعیت به تبع یک دولت را منتفی میدانه که بر ما قابل قبول نیست، ما ممکن مشوره بگیریم از مردم، ولی مشروعیت که باید به تبع این موارد نمیپذیرن. هنوزم به این مسائل که شما میگین تن نمیتن طالبا، در حال حاضر با توجه به تجربه سیاسی شما طالبا چی باید بکنن؟ بله، ما از اینکه شکلی که دنیا و منطقه، کشورهای منطقه با افغانستان برخورد کرد، ما از او ناامید استم، مایوس استم. در قسمت برخورد با افغانستان باید کشورهای منطقه و جهان تجدید نظر کنه. افغانستان یک بزکشی نیست که هر کسی طرف او طرف کشش کنه. یک دلیل است که ما نمیخوایم که در سیاست فعال دفتن دخیل باشم. دومش وضعیت فعلی که آمده، و سومش هم مردم ما حال به سیاست ضرورت نداره، به سیاست مدارای ضرورت نداره که پشت چوکی میگردد. مردم ما به کسای ضرورت داره که برشان خدمت کنه، کمکای بشری را تنظیم کنه که از این مصیبت فعلی براید. درست، خب دوزه سب شما در قسمت کمکای بشری با افغانستان کمک می داشته باشن، یعنی توان و تجربه و روابطی که دارن. ما اگر بپرسم که با سیاست خداحافظی کردین؟ نه، کاملا خداحافظی نکردیم، ولی به این شکلی که شما سوالتان بود که طالبا اگر از ما دعوت کنه که چون کار میکنه، نه، به این شکل نه. درست. اگر من ایسی همه شمول بودن به او تعریف ما باشه، نه به تعریف طالبا. درست. در او صورت باز ما سرش فکر کرده میتونه. درست. آقای داوزای، شما یک بحث در مورد حقوق است که مربوط شهروندان افغانستان میشه، مربوط مثلا زنا میشه، حق تحصیلشان است، حق آموزش است و حق ممکن تظاهرات بوده باشه و سایر حقوقی که شما در حکومت گذشته متحد بودن یا غیر از حکومت، به عنوان نفس این که انسان است، به عنوان یک انسان از این حقوق برخوردار است و اصلاحاتی که بعد در نظام ایجاد بکنه. شما از این اصلاحات گفتن طالبا یا نمیخوان یا نمیتونن یا به نوع شما ناامید هستین، چرا طالبا یا نمیخوان یا نمیتونن؟ هر دو گپ است. نمیخوان، در بینشان شخصیت های هست که اونا به فکر دیگه هستند. اونا نمیبینن حقایق جهان، اونایی را نمیبینن که در دنیا زندگی کردن فعلی، یعنی دنیای فعلی زندگی کردن از خود ایجابات داره. شما مثال عربستان سعودی را ببینید، تا چند سال قبل خانما را نمیماندن که رانندگی کنند، بسیاری محدودیت ها بود سرش، ولی امروز تغییر کرده، حتی کنسرت های بین المللی را دایر میکنه در شهر جده. یا مثلا کویت که نزدیکش است و هم فکرش است، در اوج خانما آل حق پیدا کردن که شامل اردوی کویت شوند. ولی ما در اینجا به یک شکل دیگه با خانما معامله میکنیم. بین مرد و زن خداوند گفته که فرق نیست، و آله که هر کسی دی فرق میکنم اشتباه است. وضعیت عینی را مگه فکر کنیم، حقایق عینی را فکر کنیم، خانمای امروز خانمای 20 سال قبل نیستن. در 20 سال قبل حداقل 30% از جوانایی که به پوانتونای خصوصی و رسمی رای یافتن و بورس های خارجی، اینا دخترها بودن، تعلیم حاصل کردن، تجربه هم پیدا کردن، حاضر هستند که بعضی از قیوداتی که به نام تطبیق شریعت باشه او را بپذیرند. ولی ای که از مکتب محروم شوند، ای که از پوهنتون محروم شوند، ای که حق کار نداشته باشند، ما فکر نکنم که اینا بپذیرند. و وقتی که نیم جامعه که خانما است نپذیره، ما یقین دارم که مردا هم نمیپذیره. وقتی که هر دویشان نپذیرف، جهان هم نمیپذیره او حالته، کشورهای منطقه هم نمیپذیره، خود مشکل میشه زندگی در این منطقه و در این دنیا مشکل میشه. فکر است که شما گفتین زنا داره و جهان به این داره که باید به این حقوق توجه بکنه، ولی شما گفتین اونها یعنی طالبا به یک فکر دیگه هستن. این فکر طالبا که شما ارزیابی میکنین چی است؟ به چی فکر هستن؟
بعضی از طالبان رو میگم ما به مسائل شرعیش نمیرم، من ملا نیستم، اما در جهان عالم علما هستن که فتوا دادن که به این شکلی که با خانما برخورد میشه اینا درست است. خانما حق تعلیم دارن، حق کار دارن. یک نقطه درست، اگر من در خانه خودم پرسان کنم خانم ما و دخترای ما که شما حاضر هستین که در یک صنف با بچه ها درس بخوانید یا خوب است جدا باشه، من یقین دارم نظر میدن که نه، خوب است که جدا باشه، یعنی او قسمتش قابل قبول. یا مثلا پوشیدن چادر یا هم لباس مناسب عنانات و سنتای افغانی و شرعی او درست، اما ای که یکدم نرن و زمان پس آمدنشان معلوم نباشه ترتیب، ای قابل قبول نیست، نه به خانمای افغانستان قابل قبول است، نه به مردا قابل قبول است، و ما یقین داریم که در جهانم بسیار حامی می داشته باشند. درست. پس با توجه به این چالش هایی که شما گفتین که در طالبا وجود داره و خواست های متفاوته که از خانم ها و از جهان و از جهان مدرن و جهان مدرن جدید وجود داره، به نظر شما دولت طالبا چگونه است؟ دوام میاره؟ با این مشکلات روبرو است؟ خب طالبا به هر صورتش وضعیت دارن که ممکن اگر خودشان تحمل بکنن مثلا سردی را، فقر را، ولی مردم است که در این میان بسیار زمینگیر شدن و بسیار با فقر روبرو شدن. وضعیت حتی ماش هم در بعضی موارد نیست، بعضی ادارات هم 5 ماه، 4 ماه، 3 ماه ماش دریافت نکردن. با این وضعیت میشه دوام پیدا کنه حکومت داری؟ خب اساسی گپی است که ما دیگه طرفدار تغییر نیستیم، ما طرفدار اصلاحات هستیم. مردم ما از تغییرات خسته شدن. قبل از مصاحبه جناب شما هم گفتین که در عمر کمتان چندین تغییر نظام دیدین و هر تغییر بر خود مشکلاتی داره، و حالا تا به کی مردم افغانستان از یک جنگ سفر کنن به جنگ دیگه برن؟ اینی فرصتی که آمده، این فرصت حساب شوه برای خاتمه جنگ. ولی اصلاحات حتمی و ضروری است. اصلاحات هم چیزی نیست که بویم خوب، اگر شد خوب شد، اگر نشد نشد. اصلاحات حتمی و ضروری است، بدون از او باز نمیتونن دوام کنن. ولی شما گفتن که ایدولوژی، در ایدولوژی نمیشه اصلاحات وارد کرد، یعنی طالبا کسانی هستن که از نظر ایدولوژی برخورد میکنن نه از نظر سیاسی؟ خب باز یک بحثی است که به مباحث علمی و شرعی میره که ما نمیخوایم به اوجا برم. ولی توییت شما از درست آقای داوودزی، شما گفتین این بحثا. بله، با قیده ما یک قسمتی از طالبا اسلام هم نیز یک ایدئولوژی حساب میکنند که اونو قسمت ما شخصا موافق نیستم و قابل بحث است. وقتی اسلام دین است، مذهب است، طریقه رسیدن به خداوند است، این را اگر ایدئولوژی حساب کنیم بازی را خرد می سازیم. این خود دنیا بسیار ایدئولوژی گذشته ولی او دین و مذهب نبوده. ایدئولوژی و شما دمی قسمت و دمی گروهی که باور به ایدئولوژی دارن، شما معتقد هستن که امید بر تغییرات اصلاحات نمی داشته باشین؟ برای فعلا دمو توییت هم ما گفتیم که تا به حال من نمی بینم، اتو علایمش نمی بینم. او نفی نمیکنه که تا به حال نمیبینم، فردا نبینم. ممکن فردا اما قسمت طالبا که معتقد هستند به روابط منطقه‌ای و بین‌المللی افغانستان، ممکن نظر از اونا غالب شوه سر نظر از او شخصیتایی که میگن ما پروای حتی رسمیت شناختن جهان هم نداریم، اگر میشناسه میشناسه، اگر نمیشناسه نمیشناسه، سر از او قسمت شاید اینا غلبه پیدا کنن، استدلال قوی تر پیدا کنن. منظورتون انس حقانی است؟ نه، من هم نمیگیرم. منظور ما ایست که امید است زیاد وقت نگیره به خاطر که فجایع انسانی رخ میده، از لحاظ بشری مردم ما به مشکلات دچار میشه. خب آقای داوزی، شما وقتی که نظام قبلی سقوط کرد فرستاده خاص افغانستان در امور پاکستان بودین. من از مصاحبه که با شما کردم قبلا شما گفتن که خوشبینی هست از تغییرات سیاست پاکستان، درس آموختن از این وضعیت، ولی چرا این خوشبینی به یک بدبینی تبدیل شد که در نهایت با سقوط نظام روبرو شد؟ خب او بسیار بحث طولانی و مغلق است، یک قسمت چه خدمت شما عرض میکنه. او زمانی که ما خود مصاحبه داشتیم، او زمان روابط ارک
و اسلام آباد و راولپیندی بسیار خوب شده بود، رفت و آمدها بود، دید و بازدیدها بود. بعد از او روابط خراب شد، بعد از او مشکلات جدی ایجاد شد، به سطحی که قرار بود رئیس جمهور غنی سفری داشته باشه، او سفر هم نشد، که حتی باز او لوی درستیز برطانی آمد انگلستان و لوی درستیز پاکستان آورد پیش رئیس جمهور غنی که مجلس محدود داشتن، دیگه کسی در او اشتراک هم نداشت. یعنی به اعتمادی بسیار بالا رفت بین اسلام آباد راولپندی و بین کابل. دوازده صاحب دمی قسمت گفتن به اعتماد، به اعتمادی سر چی بود؟ مسئله اساسی که دو طرف موجب شد به اعتماد شوایی، به اعتمادی دلیلش چی بود؟ خب بعد از امضای توافقنامه بین طالبا و امریکا که در 29 فوریه 2020 واقع شد، روز به روز دولت ضعیف شده میرفت و در او وقت پاکستان وقت کشی شروع کردند. یعنی توقع کابلی بود که به مو شکلی که با امریکایا کمک کردند و با طالبا کمک کردند که او دو تا به یک تفاهم برسند و زمینه صحبت های علنی و خصوصی را بین از و فرام ساختن. کابل توقعشی بود که امو زمینه را بین دولت افغانستان و طالبا هم مهیا بسازه، اما پاکستان وقت کشی میکرد و او وقت کشی باعث عظیمی شد که طالبا روز به روز تقویه شوه و دولت ضعیف شوه. چرا وقت کشی میکرد؟ چون شما در جریان بودین. صادق نبودند، این خو حقیقت صادق نبودند، شاید هم طرحهای دیگه داشتند که امید چیزی که واقع شد امیر میخواستند، یه ممکن هست، ولی خب به هر صورتش چیزی که ما عملا میدیدیم وقت کشی میکردند. یعنی کوشش نمی یعنی دوازده صاحب پاکستان به فکری بود که نظام باید تغییر بکنه و شما را آماده نمی ساخت که، یا طالبان را آماده نمی ساخت که با شما بالاخره وارد یک میز مذاکره شوند. ولی شاید اما تو بوده باشه دلیلش، حدس مایی بود که امه طور است دلیلش، ولی خوب ما چی بفهمیم که در دل از اونا چی بود، پالیسی های اصلیشان چی بود، اما درست. چیزی که ما می دیدیم وقت کشی می کردن و وقت کشی به ضرر صلح بود و طبیعتا که کابل عقل عمل نشان می داد. ولی دوازده صاحب شما مسئولیت داشتین اگر بحث به اعتمادی بود، یعنی یکی از مسئولیت های اساسی شما در امو زمان هم اشاره کردیم که اعتماد سازی میان دو طرف بود، شما باید تلاش میکنید که یک اعتماد سازی ایجاد شوه و حداقل فرصت باید فراهم شوه. خب ما کوشش داشتم، در بعضی موارد دستاوردهایم داشتم، اما در افغانستان اداره ما وقت یک دست نبود، حداقل از لحاظ عکس‌العمل. مثلا رئیس جمهور یک چیز میگفت، ما یک چیز دیگه میگفتم، معاون صاحب رئیس جمهور یک چیز دیگه میگفت و مشاور امنیتی ملی باز به اگرای دیگه میرفت. وقتی که به استیج بالا میشدن میکروفون پیش روی خود میگرفتن، باز دیگه دل خود خالی میکردن. طبیعتا که او طرف هم اثرات داشت، یعنی او طرف هم نمیگم که صادقانه برخورد داشت، صادق بود. دوازده صاحب من یک شما... سوال میکنم، امی گپ که شما گفتن که مثلا صادق هر کس حرف خود میزد، دامه قسم یک شرایطی که هر کس کار دل خود را میکرد یا برنامه خود را داشت، شما در همین پراکندگی چرا وظیفه اجرا کردین؟ چرا در وقتی وضعیت همین گونه بود تن دادین که بعد با وظیفه ادامه بتین؟ خب اگر مثلا ما فکر کردم چندین بار و بعضی از دوستان مشوره هم دادن، باز پیش خود گفتم که در این وقت حساس که استعفا بدم، باز در او صورتم زیر انتقاد میم که اینقدر وقت میری با دولت، حالی که دیدی که سقوط میکنه حال استعفا دادی، او را لازم ندانستم. اگرچه از لحاظ سیاسی او به نفع ما بود، مگم از لحاظ افغانی برای ما قسم ناجوان مردی معلوم میشد که در اون نصف را درست دولت را بگذارد. دوازده صاحب شما گفتن که خب ظاهرا همین گونه پاکستان وقت کشی میکرد در این مورد، ولی شما پاکستان را تنها از این دوران وقت کشی نمیشناسن، شما حتی از دوران داوود خان به این طرف شما پاکستان را میشناختین، مطالعه دارین، حضور داشتین، برخورد دولت پاکستان را در مورد نظام های قبلی افغانستان شما داشتین، همکاری ها با سایر گروه هایی را که میکرد داشتین، یعنی ماهیت سیاست پاکستان در امور افغانستان چگونه دریافتین؟
بله واقعا ما مطالعه هم داشتم ولی دخیلم بودم در مراحل مختلف. مثلا در زمانی که یک جمعی را به پاکستان خواستن تشویق کردن که پناهنده شوند در 1973 مشکل بله از اونجا آغاز شد. اونا را تربیه کردن و فرستادن در جان دولت مرحوم داود خان، اما دولت او قوی بود، استخبارات قوی داشت، اونا را مهار کرد و پس رفتن امو بزرگا در پاکستان جای به جای شدن و منتظر بودن تا که کودتای 8 ثور شد و تجاوز شوروی شد و باز اونا قهرمان شدن، رهبرای مجاهدین شدن. خب این یک مرحله مداخله پاکستان بود. مرحله دوم باز هم بود که مجاهدین رهبرا و تنظیما به دستشان افتیده بودن، از او طریق اعمال نفوذ میکردن به سر افغانستان. وقتی که او مجاهدین با کابل آمدند باز بین خودشان مشکلات پیدا شد و بعضشان بر علیه پاکستان خیستند. یکی از مقامات پاکستانی مرا گفت که می هر کسی که به ارگ ریاست جمهوری برسه باز ضد ما میشه. ما گفتم که نقطه دی نمیجاست، وقتی که به ارگ ریاست جمهوری برسه باز او از منافع ملی خود خبر میشه و وظیفهش دفاع از منافع ملی است. اینجا تقابل منافع ملی وجود داره. خب در این نقطه من میگم که در طول تاریخ ما تقابل و تضاد منافع ملی داشتیم. من از دیپلمات کوشش ما این بود که اگر از رای دیپلماسی بتانیم که این تناقض به همکاری یا به یک رای حل بین دو کشور تبدیل کنیم که در کوشش های خود کامیاب نبودیم. رای دیگر رای جنگ بود در مراحل مختلف که ما به یک جنگ بریم با پاکستان. در او خوب آسید تصمیم رئیس جمهور وقت و اونا بود، نه تصمیم نگرفتن، کار ما نبود. وظیفه یک دیپلمات کوشش است و ما کوشش های خودم میکردم که این تناقض منافع ملی را به یک نوع هماهنگی تبدیل کنم ولی نشد. خب آقای دوزای، شما پاکستان را بخش از عامل سقوط افغانستان میدانین؟ بله بله بله، اگر تشریح میخواین که بتون خدمتتون بسیار کوتاه. از روزی که امریکا آمدن بزرگای طالبا رفتن به پاکستان، اونجا پناه برشان دادن، تربیه کردشان، تمویل کردشان، تشویق کرد، زخمیایشان تداوی کرد. اما حد اقلش که بگویم، حد اکثرش خو شاید از این کدام بیشتر بوده. اگر این حالت نبود او 20 سال آل طالبان در یک حالت دیگه قرار می داشت. درست دوزای سه، بخاطر به جلوگیری از این وضعیت افغانستان که مامورین باش نداره، با فقر روبرو هستن، مردم هم بسیار مشکلات زیاد دارن، به نظر شما پول هایی که منجمد شده چی باید صورت بگیره در این مورد؟ طالبا چی بکنه؟ جهان چی بکنه؟ سازمان ملل چی کار بکنه؟ خب همه کشورها تابع قوانین کشوری خودشان است، تابع پالیسی خودشان است. این کشورها میگه تا که ما دولت که در کابل باشه او را به رسمیت نشناسیم، ما نمیتونیم تعاملات اقتصادی کتشان داشته باشیم. ولی تعاملات کمکای بشری را قبول کردن که او را استثناء قائل میشن، او دوام پیدا میکنه، زیاد میشه از او کمکا. اما در وجه کوشش دارن که کمکا شکلی به افغانستان وارد نشه که باعث تقویت امارت اسلامی شود. اینی جا یک مشکلی وجود داره که او را حل کردنش کمی زمانگیر است برشان. اما در اصول موافق هستند که او قسمت پول ها که برای کمکای بشری است برای زو باید یک مکانیزم پیدا کنن. اگر با بانک دولتی افغانستان، بانک مرکزی افغانستان معامله نمی کنن، در فکر ازی هستن که یک بانک خصوصی افغانستان جایگزینش کنن و از او طریق پول ها را سرازیر کنن به افغانستان که مردم افغانستان بیشتر از این به زجر و تکلیف دچار نشن. درست دوزه سب، تشکر. ولی در آخر ما یک چیزی را دیدم که کوتاه میخواییم بپرسان کنم. اینجا در کابل پرچم سفید است، شما اونجا پرچم سرنگ دارین هنوزم؟ بله، هر زمانی که اگلوی جرگی دایر شد و اونا برای افغانستان یک پرچم تصویب کردن، تا او زمان اینی پرچم است. اما به پرچم های دیگه ما احترام داریم، به پرچم سفید با کلمه لا اله الا الله محمد رسول الله
که پرچم امارت اسلامی است، به اوام احترام دارم، به همه پرچمایی که قبل از این بوده در طول مدت ها تغییر کرده به او همش احترام دارم. پرچم مردم افغانستان بوده در ادوار مختلف، ولی این پرچم تا زمان در دلهای مردم جا داره تا یک لوی جرگی دایر نشه و او پرچم جدید تصویب نکنه یا هم امیر تایید نکنه. درست، بسیار زیاد تشکر جناب آقای محمد عمر داوزی از صحبت و فرصت شما. سلامت باشید، ممنونتون. خیلی ممنون. خدا حافظتون. خیلی ممنون و بینندگان ارجمند از همراهی شما هم سپاسگزارم. تا برنامه بعد، بدرود.